دلار دلار خرج فیلم میکنن اما پر از سوتی و اشتباهه. سلام، خوش اومدیم به موویلا. حسین وکیلی هستم و امروز میخوام یکم بیرحم باشم نسبت به یکی از فیلمایی که امروز خیلی داغه و مخاطبای زیادی داره، اما برخلاف هزینه هنگفتی که خرج این فیلمو شده پر از اشتباهه. اگه بیننده و فن و طرفدار فیلمای ابرقهرمانی باشید میدونید که امسال هم فیلم بلک ویدو منتشر شد و استقبال زیادی ازش شد، ولی ایرادای خیلی ابتدایی و دم دستی بود تو فیلم که برام خیلی عجیب بود. مثلا ما بحثی تو تدوین داریم به نام تداوم. اگر یه آقایی رو میبینید از سمت راست به سمت چپ حرکت میکنه، تو نمای بعد از سمت چپ سمت راست حرکت نمیکنه، خلاف جهتش نمیاد، همون تداوم حرکتش حفظ میشه. یا مثلا توی سکانسی اگه پیرن من این رنگیه، توی نمای بعدی این رنگی نمیشه. چرا؟ چون پیرنه که عوض نشده. اما همین ایرادای خیلی ابتدایی توی فیلم بلک ویدو میبینید. بهش میگن راکورد، یعنی نور، صدا، دیالوگ، اینا همه باید تداوم داشته باشه، چیزی نپره و فیلم یک دست باشه. منشی صحنه تو سینما اصلا کارش همینه که اینا رو چک کنه، ببینه که توی مثلا صحنه ای این وسایل تو صحنه قرار داشت و اگر دوباره بخوایم همونجا فیلم برداری کنیم عیناً باید همون اتفاقات بیفته که چیزی عوض نشه و اون تداوم حفظ شه. این رعایت راکورد یکی از اصول خیلی ابتدایی تو سینماست. اشتباه فیلمو که با هم ببینید متوجه میشید که چقدر از همین سوتیای دم دستی توشه. قبل از اینکه این سوتیا رو با هم ببینید توصیه میکنم اگر پیجمون رو هنوز فالو نکردید فالو کنید، تو یوتیوب هم به کانالمون سر بزنید و سابسکرایب کنید. دمتون گرم. سوتی اول. توی این پلان میبینید که دختری که موهاش آبیه داره پنجره رو نگاه میکنه و در ادامه همون لحظه وقتی کات میخوره جای دوربین عوض میشه داره جلو رو نگاه میکنه، کلش جهتش عوض میشه. لحظه هم همون لحظه است، چون داره آهنگ پخش میشه نمیتونیم بگیم پرش داشت و رفت جلو، همون لحظه است، اما جهت نگاهش عوض میشه و این رعایت نکردن راکورده. سوتی دوم. این آقا رو ببینید از ماشین اون عقب پیاده شد توی بک‌گراند تصویر، اما تو نمای بعدی میبینید که دوباره در ماشین رو وا کرده داره پیاده میشه. مگه پیاده نشد؟ چجوری ممکنه؟ در ماشین رو باز کرد، تو نمای بعدی دوباره در ماشین رو داره باز میکنه پیاده میشه. سوتی سوم. تو این نما به نور چراغ عقب ماشین نگاه کنی، کاملا روشنه و این نور قرمزی داره ازش میتابه، اما یکی دوتا نمای بعد که میره جلو فیلم میبینیم که چرا نور رفت، چراغ ماشین نورش روشن بود الان دیگه کاملا روشن نیست. سوتی چهارم. ببینید بدنه سمت چپ ماشین آبیه، تصادف میکنه و خط میفته روش، کاملا هم واضحه که این ماشین تصادف کرده و بدنش اینجا داغون شده. اما چند تا نمای جلوتر میبینید که وقتی دوربین دوباره میرسه به این ماشین آبی کاملا این بدنه سمت چپ سالمه. مگه خش نیفتاد؟ سوتی پنجم. این دختر خانم رو نگاه کنید، وقتی داره از اینجا سر میخوره یه میله ای رو نگه میداره، اما تو ادامه همین نما که اینجا کات میخوره و میاد روی مثلا بدمن قصه، اون میله که اون دختر گرفت دیگه نیست، همونجا بود ولی اون میله دیگه نیست. سوتی ششم. این دختر حرکت میکنه و با پاش میزنه به این بنده خدا که بیدار شو و اینا، اما یه بار دیگه نگاه کنید، وقتی اولین بار این آقا رو میبینیم که خوابیده، تاق باز خوابیده و تو نمای بعد که بهش لگد میزنه بیدار شه رو به پهلو خوابیده، یعنی کلن مثلا راکورد برد زیر سوال. سوتی هفتم. تو این نما نور داره از پشت به سر اینا میزنه ولی اینجا دیگه نوری نیست، نور به اینا نمیخوره و دوباره اینجا نور هست، یعنی نور یه جا بود زاویهش عوض شد و اصلا دیگه نبود. این هم یه نمونه دیگه از خراب کردن راکورد دیگه، جهت نور رو عوض کنی. اما این سوتی ها همش تا حالا راکورد بود، شاید بگی که آقا اینا که حالا خیلی چیز مهمی نیست، که هست، ولی یه سوتی خیلی خیلی بدتر از اینا هم داره به نظرم و این رعایت نکردن خط فرضی توی این سکانس. اینجا رو ببینید، یه نمای مستر توشات داریم از گفتگو این دو نفر. نمای بعدی نمای بسته این دختر است که از سمت راست قاب داره به چپ نگاه میکنه، نمای بعدی هم عیناً این آقای سمت راست داره به چپ نگاه میکنه، یعنی انگار هر دوشون دارن به یه ور نگاه میکنن و خط فرضی رو کلا بردیم زیر سوال. در صورتی که بهتر بود، یعنی درستش این بود که این آقای کاملا اونوری باشه، یعنی چپ قرار بگیره و به راست نگاه کنه، مثلا همچین شکلی، که این شکلی نمیشه و ادامه پیدا میکنه و دوباره برمیگرده به نمای مستر و کلا خط فرضی رو برد زیر سوال. رعایت کردن خط فرضی خیلی چیز بدیهیه که
متاسفانه اینجا اصلا بهش توجهی نمیشه. حالا یه ویدیو هم ان شاءالله درباره خط فرضی بعدم با هم صحبت میکنیم. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم که فنای مارول و این ابرقهرمان‌ها و نمیدونم کمیکا اینا ناراحت نشده باشن و یه مقداری جدیتر و حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر سینما رو دنبال کنیم. دمتون گرم. برین و کارهای خفن بسازید.